بحثی از برهای غربی میشه، ما میبینیم که نقش اساسی روشنفکران سوسیالیست و لیبرال در غرب رو در قرن بیستم از انقلاب اکتبر گرفته، از طریق مبارزه با فاشیسم و نازیسم، استعمار آمریکا در امریکای جنوبی و ویتنام و حوادثی که در 1968 و رخدادهایی که با یک میشه گفت تمرد و انقلاب دانشجویان در فرانسه و آلمان که تحت تأثیر مارکوزه و دیگر روشنفکران قرار گرفتن در مقابل یک سیستم بورژوای، سیستمی که سرمایه گذاری که بردهداری نوین رو ایجاد کرده بود، تا حوادثی که در بهار پراگ مطرح شده بود و مبارزه فلسطین علیه اسرائیل و سناجان، قیام هایی که در کشورهای بلوک کمونیست مطرح شده که با سقوط بلوک شرق همراه بود. و این چه که آنچه که در اسرائیل در پس از چندین جنگ های بیشماری که داشته و مبارزات خشونت آمیز و تروریسمی که همراه داشته، به نظر میرسه که چشمنداز ها و انتظاراتی که از نقطه نظر سپتامبر 1993 تا به امروز ما داریم صحبتش رو میکنیم، آرمان شهر انقلابی آزادی فلسطین و حق بازگشت و جامعه نمونی اسرائیل که در کنار یکدیگر در قرارداد اسلو بر روی چمنهای کاخ سفید بوده رو به حال به خاک سپرده. یعنی که میبینیم که توافق اسلو، یعنی آن تغییر چشمگیری که از 1989 اتفاق افتاده بود، به دنبالش چه رو داشت؟ یک تروریسم فلسطینی رو به دنبال داشت و انتفاضه‌ای که در 1986 بود، در سال 2000 انتفاضه رو و به عنوان یک روی کرد که تمردی بود بر ضد حاکمیت اسرائیل به دنبال داشت، که دیدیم که از یک طرف دوگانه صحبت میکنن، از یک طرف میامدن دست دوستی میدادن و به دنبال گرفتن جایزه نوبل بودن، همینطور که جناب حسین اوباما قبل از اینکه اصلا بیاد روند صلحی را در خاورمیانه به پیش ببره، و در دوران ایشون داعش و طالبان بودن که در دوران دموکرات ها یعنی قتل و جنوساید و آدم کشی و نسل کشی و همینطور جمهوری اسلامی نیست تونست پا بر جا بمونه و استمرار طلبان، حالا چه نامشون اصولگرا، اصلاح طلب بذاریم یا اسلام طلبان یا اعتدال گرایان، خواهان آن نبودن که در خواهان سرنگونی این رژیم امت القرا و ولایت فقیه و مولا تریز نه فقط که نبودن، بلکه سعی بر این داشتن که از آن پشتیبانی بکنن. و در همینطور که ما میبینیم که در سال 1970 در اواخر دهه 1970 بادهای قدرتمند نئولیبرالیزم هستش که اعتقاد به بازار آزاد و رقابت آزاد داشتن، همینطور نیز در اسرائیل، و این بر حال آنچه که شروع به دمیدن کرد میشه گفت خسارات قابل توجهی رو نیز به دولت رفاه عمومی وارد کرد و از میشه گفت که بزرگترین و چشمگیرترین پروژه چپ اروپا بعد از 1945 در از همون ولفر بود که در اسرائیل نیز در این سالها از روی کار آمده 1977 راستگرایان لیکود روی کار آمده بودند،
و همینطور در سال 2000 به عنوان وزیر دارایی جناب نتانیاهو سعی بر این داشت که بودجه‌های مملکتی و هر گونه انحصار طلبی که در دوران چپگرانی سوسیالیست افراطی و کلخوزها که اراضی 86% اراضی مملکت اسرائیل رو از آن خودشون داشتن به عنوان مزارع، به عنوان برای کشاورزی، برای فناوری آبیاری و غیره و غیره برای کشاورزی، نه فقط که نیامدند در 30 سال اخیر این مسئله رو بتونن به پیش برن، بلکه ما میبینیم که در اسرائیل هنوز آن سوسیال دموکرات ها، حالا لیبرال دموکرات های افراطی، سوسیالیست های افراطی و همینطور کمونیست ها و استالینیست هایی که اول می رو جشن می گرفتن با داس و چکش و قلم، آنان هنوز در مسند قدرت و در بیروکراسی اسرائیل نهادینه شده هستند. و همینطور که تادمور که کتابی رو نوشته درباره این موضوع که چگونه شما راست به راست رای میدین و آخر کار چپ روی کار میاد، به خاطر اینکه در بیروکراسی اسرائیل به هر حال سوسیالیسم به عنوان سوسیال دموکرات های افراطی، کلخوز ها و همینطور کیبوتس ها، مشاوی و شوراهای محلی موفق شدن جای خودشون رو پا بر جا نگه دارن. فرق نمی کنه چه فردی در زمام امور رو در دست داشته باشه و هژمونی نظامی و هژمونی همینطور فناوری ها و هژمونی کشاورزی و هژمونی رسانه‌ای و هژمونی دیوان عالی رو وقتی که آنان در اختیار داشته باشن، هر فردی که حتی نتانیاهو هم باشه روی کار بیاد رو به آسونی میتونن به کنار بزنن و آنچه که به دنبال آن هستند با 8 حزب دولت ائتلافی روی کار آمدند، سعی بر این داشته باشن هر آنچه که لایه‌هایی که از قبلا رد میشده رو به تصویب برسونن و ارتجای سرخ و سیاه از طریق یک کودتای میشه گفت سرخ جامگان و سیاه جامگان در کنار یکدیگر موفق شدن که این دولت ائتلافی رو ایجاد کنن با یک کودتای نرم و هر آنچه که لایه هایی که به هر حال از نظر افراد سنت گرا ملی گرا باشه تحت تاثیر خودشون قرار بدن و اگر چپ و چپگرایی در یکایک که کشورهای دیگر با احساسات ملی گرایانه و از طرف دیگه پوپولیسم روبرو هست، می‌بینیم که الان نه، در اسرائیل هنوز این مسائل ادامه داره.